بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله یگان معبود برحق. عرض درود و سلام دارم خدمت یکایک که شما بزرگواران. سلام و رحمت و برکات الله متعال بر یکایک که شما بزرگواران. با برنامه حقیقت بندگی و شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه در خدمت شما بزرگواران هستیم که با شرح و توضیح استاد گرامی شیخ هیثم سرهان مدرس علوم اسلامی در مسجد النبی مدینه تقدیم حضور شما بزرگواران میشه و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. و نبدا ان شاء الله بالدرس الاخر من شرح اصول الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بشرح أركان الإسلام في الدرس الماضي. نعم. بعد از حمد و ثنای الله متعال یادآور شدند که در درس گذشته ارکان ایمان رو به پایان رسوندیم و همینک آغاز خواهیم کرد درسی دیگر از این مجموعه دروس رو. ايضا عرفنا الإسلام. اسلام رو دونستیم. و ذکرنا ان مراتب الدین ثلاثه. و دونستیم که مراتب دین سه تا هستند. الاسلام والایمان والاحسان. که عبارتند از اسلام، ایمان و احسان. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بشرح أركان الإيمان. و امروز ان شاء الله شرح ارکان ایمان رو آغاز خواهیم کرد. اولا نريد ان نعرف الايمان عند اهل السنه والجماعه. اول از همه می‌خوایم بدونیم که ایمان چه تعریفی نزد اهل سنت و جماعت داره. الايمان عند اهل السنه والجماعه قول باللسان. ایمان نزد اهل سنت و جماعت تعریفش از این قرار است که یک ایمان عبارت است از اعتراف و بر زبان آوردن اون مسئله بر زبان و اعتقاد بالقلب و همچنین عبارت است از اعتقاد قلبی و عمل بالقلب و عمل بالجوارح و همچنین عمل به اعضا و جوارح. سه تا شد: قول به لسان، تصدیق به قلب و عمل به اعضا و جوارح. یزید بالطاعه و همچنین ایمان با اطاعت و بندگی الله تعالی افزایش پیدا میکنه و ينقص بالمعصیه و با معصیت و نافرمانی الله متعال ایمان دچار نقص میشه و کاهش پیدا میکنه. اذا لابد من هذه الامور الخمسه في الايمان. این پنج مسئله رو در تعریف ایمان باید مد نظر قرار داد که قول به زبان هست، تصدیق قلبی هست، عمل به اعضا و جوارح هست و این که با اطاعت افزایش پیدا میکنه و با معصیت کاهش. نعم. فاذا كان يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه فهذا نسال الله العافيه والسلام منافق نفاق اكبر اعتقادي. کسی که به زبان اظهار ایمان میکنه و در قلب تصدیق نمیکنه، این نفاق هست، نفاق اکبر هست و خارج از دایره اسلام. نعم. في الدرك الاسفل من النار نسال الله العافيه والسلام. و کسی که اینچنین باشه که به زبان اعتراف بکنه و به قلب تصدیق نکنه، در پایین ترین درک از درکات دوزخ خواهد بود. و اذا كان يعتقد بقلبه يعني يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصرح بلسانه ولا يتكلم بلسانه وهو قادر صحيح معافى على الكلام. و اگر کسی به قلب اعتقاد داشته باشه و به رغم این که از سلامتی کامل و توانایی برخوردار هست که به زبان بیاره و به زبان نمیاره این رو، فهذا من ائمه الكفر نسال الله عافیه السلامه، این چنین شخصی جزو پیشوایان کفر به شمار میره. مثل فرعون و ابلیس، مانند فرعون و ابلیس که به قلب اعتقاد داشتن اما به زبان اعتراف نکردن، مثل فرعون و ابلیس. نعم. ارکان الایمان سته. ارکان ایمان شش تا هستند. الاول ان تؤمن بالله. اولین رکن از ارکان ششگانی ایمان، ایمان به الله متعال هست. فالایمان بالله لو قال لنا قائل كيف اكون مؤمن بالله. در رابطه با ایمان به الله اگر کسی این سوال رو مطرح کنه که چطور میتونم مؤمن به الله باشم؟ نعم. الایمان بالله يتضمن ایمان باشیاء اربعه. اونجاست که در جوابش میگیم که ایمان به الله متضمن و در برگیرنده چهار مسئله و موضوع هست. تؤمن به توحید الربوبیه. ایمان به توحید ربوبیت. و ایمان به توحید الالوهیه. و همچنین ایمان به توحید الوهیت. و ایمان به توحید الاسماء و صفات. و همچنین ایمان به توحید اسماء و صفات. و تؤمن به وجود الله. و ایمان به وجود الله چهارمین رکن و مسئله از
مسائل چهارگانه ایمان به الله متعال هست. لأن هناك من ينكر وجود الله اصلا. چرا که کسانی هستند که از اساس منکر وجود الله متعالند. وقد تقدم معنا ان الادله على وجود الله اربع اجمالا: العقل والحس والفطره والشرع. و همونطور که قبلا گذشت ادله چهارگانه ایمان به الله عبارتند از: یک، عقل، دو، حس، سوم، فطرت و چهارم الشرع، شریعت. نعم، وقد تقدم هذا معنا. و این معنا و توضیحش بیشتر گذشت و در این رابطه توضیحاتی تقدیم حضور شما بزرگواران شد. الرکن الثانی من ارکان الایمان، الایمان بالملائکه. و اما دومین رکن از ارکان ایمان، ایمان به ملائکه هست. کیف نؤمن بالملائکه؟ ایمان به ملائکه چگونه است؟ نؤمن انهم عالم غیب، یعنی غابوا عنا لا نراهم. منظور از ایمان به ملائکه این هست که ما ایمان داریم که اونها در عالم غیبی هستند و جزء عالم غیب هستند. هل يعلمون الغيب؟ اما آیا اونها غیب میدونند؟ لا يمكن ان احد يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. خیر، فرشتگان که از عالم غیب هستند غیب نمیدونند و تنها الله متعال غیب میدونه. خلقهم الله من نور. الله متعال فرشتگان را از نور آفریده. يطيعون الله ولا يعصونه. از الله اطاعت میکنند و هرگز نافرمانی الله نمیکنند. لهم ارواح. اونها صاحب و دارای جان هستند. و اجساد. و همچنین دارای جسم و پیکر هستند. و عقول. و همچنین دارا و صاحب عقل هستند. و قلوب. و همچنین قلب دارند، دارای قلب هستند. نؤمن بكل الملائکه علیهم السلام. به همه فرشتگان و ملائکه الله ایمان داریم. و بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائهم. و به نامها و فرشتگانی که الله متعال نامهای اونها رو برای ما ذکر فرموده ایمان داریم. مثل جبریل و میکائیل و اسرافیل. مثل جبریل، اسرافیل و میکائیل. و بما اعلم و باعمالهم. و همچنین به اعمال و کردارشون. مثل جبریل علیه السلام موکل بالوحی. و همچنین مثل جبریل علیه السلام که به اعمالش ایمان داریم که الله برای ما مشخص فرموده که موکل به وحی هست و ابلاغ وحی به فرستاده و رسول. و صفاتهم. و همچنین به صفات فرشتگان و ملائکه الله ایمان داریم. كما انهم وصفوا لنا انهم لا يعصون الله ما امرهم. همچنان که برای ما این طور توصیف شدند که اونها از الله نافرمانی نمی کنند و همواره امر الله رو انجام میدن. و نؤمن بالاخبار التي جاءت عنهم. و به طور کلی به همه اخبار و گزارش هایی که درباره فرشتگان در نصوص وارد شده ایمان داریم. الركن الثالث من اركان الايمان. و سومین رکن از ارکان ایمان عبارت است از الایمان بالکتب، ایمان به کتابهای الهی. المنزل من السماء، که از آسمان فرو فرستاده شده. نؤمن بانها کلام الله سبحانه وتعالى، ایمان داریم که این کتابها کلام رب العالمین هست. منزل لا مخلوقه، نازل شده هست و مخلوق نیست. و ان الله سبحانه وتعالى تكلم بها، و حقیقتا الله متعال با این کتاب ها و کلمات اونها سخن فرموده. و ان الله سبحانه وتعالى انزل على كل رسول كتاب، و اینکه الله متعال بر هر رسولی کتابی فرو فرستاده و نازل کرده. نؤمن بكل الكتب، به همه کتاب ها ایمان داریم. و بما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائها، و به آنچه که الله متعال از نام های این کتاب ها ما رو مطلع ساخته ایمان داریم. القرآن، قرآن کریم. و التوراة، تورات. و الانجیل، انجیل. و صحف ابراهیم، و همچنین صحف ابراهیم. و صحف موسى، و همچنین صحیفه های موسا. قرآن و توراة و انجیل و الزبور و صحف ابراهیم و صحف موسى علیه الصلاة والسلام. قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراهیم و همچنین صحیفه های موسا. هذه الكتب التي سمى الله لنا، لكن نحن نؤمن بهذا و بكل الكتب المنزلة من السماء. ما به این کتاب ها که الله متعال اونها رو در قرآن نام برده ایمان داریم و همچنین به طور کلی ایمان داریم به همه کتاب های الهی. و نؤمن بما فيها من اخبار، و ایمان داریم به همه آنچه که از اخبار در این کتاب ها ذکر شده. و احکام، و احکامی که در این کتاب ها ذکر شده. ما لم تنسخ، تا زمانی که و مشروط به این که منسوخ نشده باشه. و ان القرآن ناسخ لهذه الكتب، و ایمان داریم به این که قرآن ناسخ همه این کتاب هاست و حکم این کتاب ها رو منسوخ کرده. و لهذا لا نطالع هذه الكتب، نطالع ما جاء في القرآن. از همین روز که سایر کتاب های آسمانی رو مطالعه نمی کنیم، بلکه قرآن رو که ناسخ همه این کتاب هاست
مطالعه میکنیم. رکن رابع مرکان الایمان، الایمان بالانبیاء والرسل علیهم الصلاه والسلام. و چهارمین رکن از ارکان ایمان، ایمان به پیامبران و فرستادگان الهی است. نؤمن بانهم عبيد لا يعبدون، ليس لهم شيء من خصائص الربوبيه. ایمان داریم به این که اونها بندگان الله هستند و عبادت نمی شوند و هیچ صفت و ویژگی از ویژگی های ربوبیت رو ندارند. و رسل لا يكذبون عليهم الصلاه والسلام. و فرستادگان الهی که تکذیب نمیشند. و ان الله ارسلهم. و اینکه الله متعال اونها رو فرستاده. و اوحى اليهم. و به سوی اینها وحی کرده. و ايدهم بالايات. و اونها رو با آیات تأیید نموده و یاری فرموده. نؤمن بانهم ادوا الامانه، یعنی ائتمنهم الله سبحانه وتعالى فادوا هذه الامانه على اكمل وجه. و ایمان داریم به این که اونها امانتی رو که الله متعال به اونها سپرد که تبلیغ بکنند امانتداری کردند و به کاملترین شکل امانت الهی رو رسوندند. و نصح الامه اکمل نصح عند الانبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام. و با کمال خیرخواهی برای امتهای خودشون خیرخواهی کردند که در رأس اونها محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارند. و بلغوا، یعنی لا یوجد شیء لم یبلغه الانبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام. و آنچه رو که بهش مأموریت داده شدند کاملا و بدون هیچ نقصی و ابهامی رسوندند، تبلیغ کردند، یعنی چیزی نگذاشتند که نرسونند و هر آنچه رو که الله بهشون دستور داد به طور کامل تبلیغ کردند و رسوندند. و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی اتوا بكل انواع الجهاد و اکمل جهاد هو جهاد الانبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام. و پیامبران و فرستادگان الهی در راه الله متعال به کاملترین شکل جهاد کردند و کاملترین جهاد جهاد انبیاء علیهم الصلاه والسلام هست. ثم الركن الخامس الايمان باليوم الاخر. و پنجمین رکن از ارکان ایمان، ایمان به آخرت هست. نعم، عندنا الايام خمسه. در نزد ما پنج روز وجود داره در تقسیم بندی ایام. نعم، یوم قبل خلق الانسان فی العدم. یک روز در تقسیم بندی ایام عدم هست قبل از خلقت انسان. و یوم و هو فی بطن امه، و وقتی که انسان در شکم مادر هست. و یوم فی الدنیا، و یک روز انسان در دنیا هست. و یوم فی القبر، و یک روز انسان در قبر هست. واليوم الاخر هو اخر الايام، ولهذا يسمى باليوم الاخر. و آخرین روز از ایام پنجگانی که انسان داره یوم الاخر هست، یعنی روز آخرت و آخرین روز از مجموعه این ایام. كيف نؤمن بهذا اليوم باليوم الاخر، چگونه به این روز یعنی به روز آخرت و به آخرت ایمان داریم؟ يكون الايمان باليوم الاخر بان نؤمن بكل ما يكون بعد الموت. ایمان به آخرت عبارت است از ایمان و تصدیق همه آنچه که مربوط به آخرت میشه، یعنی بلا فاصله بعد از مرگ انسان که چه هست. خروج الروح، خروج روح و جان از بدن و پیکر. و قبض الملائکه لها، و اینکه فرشتگان جان انسان رو میگیرند. و صعودا بها للسماء، و همچنین روح رو به آسمان بالا میبرند. تفتح لها ابواب السماء او تغلق، نسال عافیه السلام. یا دروازه های آسمان برای روح و جان انسان گشوده و باز میشه، و یا اینکه دروازه های آسمان بر روح کافر بسته میشه. ثم عودتهم بها للجسد، و ایمان داریم به اینکه نهایتا این روح به جسد برمیگرده. یسمع قرع نعالهم، و ایمان داریم الذين يدفنون، و ایمان داریم به اینکه کسانی که در قبر به خاک سپرده میشند از جهت آن که در نس وارد شده صدای کفش اطرافیان رو در اون لحظه و هنگام میشنوند. نؤمن بسؤال الملكين في القبر عن الاصول الثلاثه، و ایمان داریم به این که در قبر سه سوال مطرح میشه و فرشتگان از شخص میپرسند که این همون اصول ثلاثه یا اصول سگانه است، سه سوالی که در قبر از هر کسی پرسیده میشه. نعیم القبر، و همچنین ایمان و اعتقاد داریم به نعمت‌های قبر. و عذاب القبر، نسأل عافية السلامة. و همچنین ایمان داریم به عذاب قبر. و البعث بعد الموت، و ایمان داریم به برانگیخته شدن بعد از مرگ. و الحساب، حساب الخلائق، و همچنین ایمان داریم به رسیدگی به حساب و اعمال بندگان الهی. و الجنة و النار، و ایمان داریم به بهشت و دوزخ. و رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله من فضله، يوم القيامة وفي الجنة. و ایمان داریم به این که مؤمنان در قیامت و در بهشت
الله متعال رو میبینن و از الله میخوایم که این نعمت بزرگ رو نصیبمون بکنه. كل ما يكون بعد الموت هو من الايمان باليوم الاخر. هر آنچه که مربوط به بعد از مرگ میشه در ضمن ایمان به آخرت میگنجه. ثم الركن السادس ان نؤمن بالقضاء والقدر، كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى ويقضي. و ششمین رکن از ارکان ایمان، ایمان به قضا و قدر هست و ایمان داریم به اینکه آنچه که الله متعال مقدر میکنه بهش ایمان داریم. فالایمان بالقضاء والقدر يتضمن الايمان بمراتب اربعه. ایمان به قضا و قدر شامل چهار مرتبه هست. العلم، علم، والكتابه، کتابت، ومشیئه، و مشیئت، و خلق، و خلق، که هر یک از این چهار مورد رو توضیح میدن. نعم، العلم ان تؤمن ان الله علم كل شيء. علم عبارت از این که بدانی که الله متعال همه چیز رو میدونه و به این باور داشته باشی. نعم، و کتب کل شيء، و هر چیزی رو نوشته، مقدر فرموده، تقدیرات رو نگاشته. ولا يمكن ان يقع في هذا الكون الا بما اراد الله وشاء الله سبحانه وتعالى. و هیچ چیزی در دنیا امکان نداره که روی بده مگر اینکه الله متعال اون رو مقدر فرموده یا آنکه الله متعال این چنین خواسته و به مشیت اوست. والعبد مخلوق واعماله تابعه له فهي مخلوقه مثل الانسان. و انسان بنده مخلوق هست و اعمال او هم مانند خود انسان مخلوق هستند. فلا بد ان نؤمن بالقضاء والقدر. و ایمان به قضا و قدر به عنوان ششمین رکن از ارکان ششگانه ایمان بسیار ضروری هست. لان الله علم كل شيء. به این که الله متعال همه چیز رو میدونه. و كتب ما يعمل الخلائق. و الله متعال مقدر فرموده به این معنا و مفهوم که نگاشته، به نگارش در آورده آنچه رو که بندگانش انجام میدن یا انجام خواهند داد. و نحسن الظن في الله و نعمل عمل اهل السعاده، نسال الله من فضله. و بر این اساس به الله متعال حسن ظن داریم و عملی رو انجام میدیم که عمل اهل سعادت و رستگاری است. نعم، فلا بد ان نجمع بين ان الله علم كل شيء وقدر ما قدر كل شيء وبين اننا نعمل بعمل اهل السعاده. و اینجاست که باید بین سه موضوع جمع بکنیم، این که میدونیم و باور داریم که الله متعال همه چیز رو میدونه و این که الله متعال مقدرات و آنچه رو که انسان انجام میده به نگارش در آورده، و بین عملی که انسان بر اساس عمل اهل سعادت روی به همچین روی کردی روی میاره و این چنین عمل میکنه. لان بعض الناس ينكر علم الله سبحانه وتعالى بما يقع. چرا که برخی از مردم علم الهی رو از آنچه که روی خواهد داد نفی کرده اند و انکار کرده اند. و بعض الناس يعمل نسال العافيه والسلام المعاصي يقول هذا امر كتب الله عليه. و برخی از مردم مرتکب عمل بد میشن، کارهای بد انجام میدن و بعد میگن خب این چیزی هست که برای ما مقدر شده. بعض الناس هدانا الله اياه مثلا يشرب الخمر. برخی از مردم الله ما رو در حفظ و پناه خودش قرار ده، به عنوان مثال شراب می نوشند. نقول له لماذا تشرب الخمر. بهشون میگیم که چرا شراب می نوشی؟ يقول هذا امر كتب الله عليه. میگه این تقدیر من هست و این رو خداوند برای من مقدر فرموده. فماذا نصنع مع هذا؟ در برابر همچین گفتار و روی کردی که همچین شخصی داره چه باید بکنیم؟ نضربه حتى يغمى عليه. او رو ادب می کنیم و کتکش می زنیم تا سر عقل بیاد. فإذا أفاق من الإغماء. و وقتی که به خودش اومد بعد از اینکه اونقدر کتکش زدیم، از باب مثال هستیم. و قال لماذا تضرب؟ و بپرسه که چرا میزنی، اونقدر زدی که بیهوش شدم. نقول هذا امر كتب الله. بهش میگیم که این امری است که خداوند برای تو مقدر فرموده. فإن رجع على هذا تركنا والا ضربنا الثانية. اگر از اون سخن و دیدگاه نادرست خودش برگشت، باز مجددا اونقدر میزنیمش که بیهوش بشه. هذا الكلام ليس من باب اننا يعني نأمر احد بضرب احد، لا، هذا من باب حتى تتضح المساله. میفرمایند که این سخن را از این جهت نمیگیم که تشویق بکنیم به این که کسی به شخص دیگری بزنه، بلکه ما میخوایم این موضوع رو در قالب این مثال توضیح بدیم تا کاملا روشن بشه. لماذا لا تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وتقول اختارني الله لان اعمل الاعمال الصالحه ولا اعمل الاعمال الطالحه. چرا به الله متعال حسن ظن نداشته باشیم و چرا نگیم که الله متعال من رو آفریده تا کارهای خوب و شایسته انجام بدم، به جای اینکه به کارهای بد روی بیاریم و بگیم که این تقدیر الهی است. نعم،
ثم بعد هذا نأتي للمرتبة الثالثة وهي الإحسان. و اینک به سومین مرتبه از مراتب دین میرسیم که مرتبه احسان هست. الاحسان رکن واحد. احسان یک رکن داره. و تحت هذا الركن اما عباده مشاهده او عباده مراقبه. و در ضمن احسان دو رویکرد کلی از عبادت وجود داره، عبادت مشاهده یا عبادت مراقبه که جناب استاد توضیح میدن. عبادت المشاهده ان تعبد الله كانك ترى، عبادت رغبه و حب و شوق فيما عند الله. عبادت مشاهده از این قرار هست که الله رو به گونه عبادت کنی که گویی الله رو میبینی، که این عبادت از روی شوق و رغبت و گرایش به سوی الله متعال هست و به گونه که گویی الله متعال رو میبینی. يعني اقوى دافع يدفع العبد الى العباده هو الحب والشوق فيما عند الله كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. مهمترین و قوی ترین انگیزه عبادت این انگیزه است که انسان الله رو از روی حب و شوق و اشتیاق و رغبت به الله متعال عبادت بکنه، که این عبادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که به گونه الله متعال رو از روی شوق عبادت میکردند که چه بسا پاهای مبارک ورم میکرد. فإن لم نستطع الوصول الى هذه المرتبه لا يمكن ان نخرج عن المرتبه الثانيه مرتبه المراقبه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك عباده خوف وهرب. اگر نمیتونیم در مرتبه و مرحله عبادت مشاهده باشیم به گونه‌ای که ذکر شد، که به گونه‌ای الله رو عبادت کنیم که گویی او رو میبینیم، در مرتبه و مرحله بعدی بدین گونه الله رو عبادت میکنیم با این یقین که الله متعال ما رو میبینه، که به این عبادت مراقبه گفته میشه، بدین معنا و مفهوم که الله مراقب ماست و ما زیر نظر او هستیم. الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. دليل شرعي ونسي مرتبط بمراتب سيغاني الدين حديث است مشهور بحديث جبريل عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم وأن يغفر لي ولكم، الله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. از الله متعال میخوایم که از ما بپذیره و ما رو جزو امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر درست ثابت قدم بداره. بدین ترتیب پایان درسی دیگر از مجموعه درس‌های شرح کتاب گرانمایه اصول ثلاثه رسیدیم و تشکر می‌کنم از شما بینندگان عزیز و گرامی و یکایک که شما بزرگواران رو به الله یگانه معبود بر حق می‌سپارم. الله نگهدارتون.